به نام آن که نامش راحت روح است و پیغامش مفتاح فتوح عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم مفتخر هستیم که از برنامه مکتب هادی بار دیگر مهمان خانه های شما دلبندان نازنین هستیم عزیزان قند درس هشتم از سنف نهم را امروز میخواییم بررسی کنیم تحت عنوان دو مفست در ابتدا یک مقوله را تحت عنوان عواطف و احساسات بررسی میکنیم مقوله را با هم دیگه مرور میکنیم در بخش دوم در حوزه دستور زبان میپردازیم در جمله عاطفی انواع جمله را ذکر کردیم انواع متعدد جمله برای شما در درسهای قبلی بیان شد و میرسیم در جمله جدید تحت عنوان جمله عاطفی خب دوستان عزیز کانال ارتباطی ما را دوباره دوباره دوباره, دوباره و چندین باره ذکر میکنیم 2964 780 255 چهل سیزه ارتباطی ما با شما عزیزان خوبان و دلبندان است عزیزان قن قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کار خانگی جلسه قبل را مرور میکنیم خب شاگردای عزیز رسیدیم در کار خانگی جلسه قبلی در جلسه قبلی از شما خواسته بودیم که در کدام جمله از فعل امر استفاده شده است گفتیم که فعل امر تنها و فقط در جملات امری موجود است ارگاه جمله ما از نوع امری بود فعل انتهای این نوع جمله نیست فعل امریست خب حالا میگوییم که فعل امری چه نوع فعلیست فعلیست که یا خواهش را میرساند مفهوم ها. یا مفهوم خواهش را میرساند یا مفهوم دستور را یا مفهوم فرمان را یا مفهوم نه کردن و بازداشتن از چیز را برای مخاطب میرساند پس این میشه از فعل امر حالی میخوایم جملات را بررسی بکنیم و ببینیم که کدام یک از این انواع جمله ها از فعل امر استفاده کرده خب نو اول به کمک مظلوم برو جمله اول چه میگوید به کمک مظلوم برو فعلش رو نگاه کنید دو سال فعل انتهای جمله رو. فعلش از نه و چه نوع است دو سال فعلش میشود فعل امری فعل امری پس این درست است جمله اول ما یک جمله امریز فعل انتهای جمله نیست فعل امریز به کمک مظلوم برو یک فعلی است که دستور دادیم ها فرمان دادیم امروز درس جوانمردی آموختم ای چه نو جمله است ای جمله جمله امری نیست چرا؟ چون فعل انتهای جملهش فعل امری نیست بلکه یک جمله چیز دوسان، یک جمله خبری است جمله که بیان میکند و توضیح میدهد یک مفهوم را که قابل صدق یا کسب است جمله خبری یا جمله بیانی نو سوم ایاران دروغ نمیگویند دروغ نمیگویند فعل رو نگاه کنید دوستان خب نوع فعل ما چیست دوستان در این جمله نوع فعل ما فعل نفی است فعلی که در واقع گفتیم این کار را انجام نده یا گفتیم انجام نداد نگاه کنید دوستان فرق میکنه ما یک میگیم ایاران دروغ نمیگویند یک فعل ما فعل نفی است نه نیست دوستان فعل نفی انجام ندادن را میرساند نه که میگویم انجام ندهید انجام ندادن وقتی که فعل جمله شما فعل نفی باشد یعنی جمله شما جمله چیه دوستان بیانی یا همون جمله خبریست پس این جمله سوم ما نیست جمله امری نیست و فعلش نیست فعل امری نیست خب میرسیم دوستان در جمله آخر جمله آخر میگوید چقدر از ایاران شجاعت آموختی چقدر از ایاران شجاعت آموختی نگاه کنید دوستان این جمله انتهایش کدام علامت را دارد نگاه کنید دوستان علامت سوال علامت پرسش وقتی علامت باشد جمله ما از کدام نوست میشه جمله پرسشی اصلا جمله پرسشی جمله ای که یک سال را از شما میخواهد که جواب بدهید به این سوال خب نگاه کنید دوستان پس چهار جمله داشتیم که تنها و فقط جمله اول ما شد جمله امری و فعلش فعل امری ما بقیه جملات یا شدن دوستان پرسشی و یا هم خبری شدن خب شاگردای عزیز وارد بخش اول درس جدید شویم درس جدید ما تحت عنوان عواطف و احساسات است خب اول واژه عاطفه رو میخوایم برای شما معنا کنیم میگوییم که عواطف جمع کلمه عاطفه است به معنای چی به معنای گرایش و انعطافی است که بین یک فرد با شخص مقابل او به وجود میآید پس عواطف همیشه یک چیز دو سویه است یک امر و یک رفتاری که به خودی خود به تنهایی با یک نفر حاصل نمی شود پس در عاطفه باید یک رابطه متقابل بین دو شخص باشد یک شخصی که این طرف قضیه است و یک شخصی که آن طرف قضیه قرار دارد احساس در زندگی انسان ها قبل از عقل ظاهر می شود نکته بسیار مهم است دوستان که اگر نگاه کنیم ما دو چیزی که در درون انسان ها وجود دارد یکی احساسات و عواطف انسانی است و یکی نیز قوه عقل انسان است که بسیاری از رفتارها بسیاری از کارها بسیاری از افعال را وقتی میخواهیم انجام دهیم یا به واسطه احساسات و عواطف انجام میدهیم و یا هم به واسطه عقل و نیروی عقل در واقع انجام بدهیم حالا میگویند که قبل از اینکه انسان دارای قوه عقل شود قوه عقل کاربردی که تصمیم بگیرد در مورد افعال مختلف در مورد کارهای مختلف قبل از او خیلی از رفتارهای انسان بر مبنای احساسات است بسیاری از بچه هایی که در دوره کودکی هستند در واقع رفتار میکنن و بسیاری از افعال را انجام میدن بر مبنای احساس و عواطف خود انجام میدن مبنای کار کودکان معمولا اقلانی نیست بسیار احساسی است خب میگویم که خود احساس و عاطفش اشکال مختلفی دارد برای شما نیز شاید اتفاق افتاده باشد که گای شادی کنید لبخند بزنید تبسم کنید گای دوچار غم شوید یک واقعی برای شما اتفاق افتاد که باعث اندوه و باعث غمگینی شما شود گاهی ممکن است که یک کاری انجام دهید یا یک فعلی انجام شود یا یک اتفاقی بیفتد که موجب ترس شما شود و گاهی نیز ممکن است که برای یک کار خود را آماده کنید در قبال انجام او کار دچار اضطراب و نگرانی شوید پس شادی غم نگرانی ترس اضطراب این میشود احساسات انسانی اشکال مختلفی که برای انسانها اتفاق میافتد از منظر روانشناسان و مربیان تربیتی تربیت عاطفی بسیار مهم است نگاه کنید دوستان ما یک مقوله ای داریم تحت عنوان تربیت عاطفی که در اسلاید های بعدی برای شما تعریف خواهیم کرد ولی یک موضوع بسیار مهمی است که امروزه بسیاری از روانشناسان بسیاری از جامعه شناسان بسیاری از مربیان تربیتی در این مقوله پرداختن و به دنبال این هستند که اگر یک جامعه ای از نظر سلامت روانی در یک وضعیت معتدل و اعتدال قرار موقعیت داشته باشد باید تربیت عاطفی همه افراد از خور تا کلان را شامل شود خب حالا بگویم دوستان احساسات چند عامل دارد دو عامل اساسی که باعث به وجود آمدن احساسات در درون انسان ها می شود یکی استعدادهای روانی و حالت انفعالی افراد است بین دوستان برخی از انسان ها هستند برخی از افراد هستند که دارای شخصیت برونگرا هستند میگویند در واقع روانشناسان افراد یا شخصیت درونگرا دارند و یا شخصیت برونگرا دارند یک واقعی یک حادثه یک اتفاقی که برای اشخاص برونگرا پیش می آید دوستان ای احساسات ای عواطف ای قلیانی که در درون انسان موجود هست در واقع فوران می کند باز می شود بیرون می آید و افرادی که در واقع برونگرا هستند جلو احساسات خود را به هیچ عنوانی نمی گیرند سعی می کنند که خود واقعی باشند و تمام احساسات و عواطف خود را بروز دهند حال انسان هایی که در واقع درونگرا هستند انسان هایی هستند که خیلی احساسات و عواطف خود رو بروز نمیدن در مواقع غم سعی کنند خوددار باشد در مواقعی که همه از خنده قاه قاه میخندن بسیار بلند بلند میخندن بلن افرادی که در واقع دارای شخصیت درونگرا هستند ممکن است یک تبسم بسیار کوچک انجام دهند و سعی کنند جلو احساسات خود را بگیرند در موقع ترس در موقع نگرانی در موقع شادی در موقع غم افراد درونگرا در واقع یک احساسات بسیار بسیار خاموش دارم خب این در واقع میگیم که این استعدادی است که در درون هر فردی قرار دارد و افراد از نظر استعدادهای درونی در حوزه احساسات با یکدیگر متفاوت هستند دوم عامل که دوستان یاد می شود موقعیت خصوصیات و جاذبه شخص مقابل ای فرد است اول نگاه کنید دوستان موقعیت هایی که فرد در درون او قرار میگیرد و باعث به وجود آمدن احساسات افراد میشد با یکدیگر متفاوت است ممکن است که در واقع یک موقعیت یک زمینه یک شرایطی برای احساس شادی همه جمع فراهم شود همه در واقع احساسات خود را بروزند همه خنده کنند خنده قاقا و بسیار بسیار بلند ولی یک فرد در واقع اونجا نشسته و سعی میکند احساسات خود را کنترل کند و لبخند یک لبخند بسیار کوتاه بزند دوم شخص مقابلی که در واقع دارد ممکن است یک شخصی که در مقابل شما هست یک شخصیت شادمان باشد یک شخصیت پر انرژی باشد یک شخصیت باشد که وقتی شما با او رفتار میکنید او را میبینید همیشه انرژی او به شما منتقل میشه و باعث شادی دوشندان شما باعث شادی مضاف برای شما شود یا برعکس میتواند یک فردی باشد که همیشه افسرده است همیشه غمگین است همیشه ناراحت است و وقتی شما با او ارتباط میگیرید، با او تعامل میکنید او احساس غم او احساس افسردگی به شما منتقل میشود این دو عامل اساسی هستند که بسیاری از روانشناسان تحت عنوان عوامل اساسی در بروز احساسات و عواطف انسانی از او یاد میکنند خب شاگردای عزیز در اسلاید قبلی یک مفهومی داشتیم گفتیم که بسیاری از مربیان تربیتی بسیاری از روانشناسا به او به منزله معتدل نگه داشتن حیات جامعه انسانی یاد میکردن تحت عنوان تربیت عاطفی حال میخوایم همین مفهوم را برای شما تعریف کنیم میگوییم که تربیت عاطفی یعنی هدایت و کنترل احساسات و شکوفا سازی آنها و بهرهگیری به موقع از آنها در جهت مطلوب که چی باشد که خیر و سعادت انسان ها باشد پس احساسات و عواطف انسانی در موقعیت های مختلف باید کنترل شود این کنترل از چه ناحیه است از ناحیه تربیت آتفیست. در برخی مواقع احساسات باید شکوفا شود احساسات در درون انسان ها موجود است که تربیت عاطفی باعث غلایان او باعث جوشش او می شود خب یکی از چیزهایی که بحث میکند در حوزه تربیت عاطفی تربیت اسلامی است تربیت اسلامی نیست در واقع در زمره تربیت عاطفی است اسلام نیز دارای یک ساختار است دارای یک برنامه است دارای یک دستورالعملی است در حوزه احساسات که در واقع ما سعی کنیم از او تأسیج کنیم، همیشه از او پیروی کنیم مانند چی مانند رعایت حقوق والدین که وقتی والدین ما دوستان در مقابل ما قرار میگیرند واکنش ما رفتار ما از نظر رفتار عاطفی باید چگونه باشد سعی کنید در مواقع پیری دستگیر خانواده خاصه پدر و مادر باشیم پدر کلان مادر کلان که با ما زندگی میکند همواره مورد احترام ما قرار بگیرد حقوقی که افراد در داخل خانه دارد همواره باید مورد توجه جدی قرار بگیرد سعی کنیم که همیشه وقتی که پدر خود مادر خود را میبینیم با لبخند وارد شویم با لبخند آنها را خوشحال کنیم دست آنها را بگیریم دست آنها را ببوسیم و احترام اتم و اکمل نسبت به پدر و مادر خود باید داشته باشیم و از او طرف دیگه حقوقی برای یک شوهر نسبت به زنش وجود دارد و متقابل برای زن هست که نسبت به شوهرش در واقع حقوقی را باید انجام داد حقوقی نسبت به فرزندان نیز باید در نظر گرفته شود پدر و مادر دارای فرزند است و این فرزند حقوقی دارد که در واقع در حوزه تربیت عاطفی باید مد نظر قرار داده شود خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما یعنی چی یعنی به پدر و مادر خود حتی اوف حتی اوف هم نگویید و بر سرشان فریاد نزنید یکی از حقوقی که والدین بر سر ما بر سر ما بچه ها فرزندان دارد همین نکته است که هر زمانی پدر ما مادر ما خاصه ای داشتد و این خاصه ها هی تکرار شود هی مکرران بیان شود و خاصه ها در واقع زیاد گردد نباید در آنها جواب منفی دهیم هر زمانی هر چیزی که از ناحیه این دو شخص بزرگوار پدر و مادر حتی پدرکلان و مادرکلان نسبت به شما درخواست شود باید جواب مثبت شنیده شود و احترام آنها را همیشه و همیشه نگه داریم و خدایی نکرده از فریاد زدن از داد زدن و حتی خدایی نکرده خدایی نکرده فوش دادن در اشخاص بزرگ باید خودداری کنیم خب شاگردای عزیز رسیدیم در بخش دوم قواعد دستوری مفهوم جدیدی در حوزه انواع جمله تحت عنوان جمله عاطفی درس ما در مورد چی بود؟ احساسات و عواطف بود جمله که میخواییم برای شما بحث کنیم جمله است در حوزه دستور زبان که مرتبط با درس است جمله عاطفی جمله است که عواطف و احساسات گوینده یا نویسنده را بیان میکند مانند چی؟ مانند تعجب مانند چی؟ مانند ترس مانند چی؟ مانند احساس استراب نگرانی آرزو تحسین خشم نگاه کنید دوستان این احساساتی هستند که در داخل یک جمله میتواند آشکار شود ماننده مانند جملاتی که میخواهیم از نوع جمله عاطفی هم مثال بزنیم چی دوستان خدایا مرا ببخش یک جمله احساسی است خدایا مرا ببخش عجب گل زیبایی ای کاش همه قدر آزادی را بدانند نگاه کنید دوستان این سه جمله جمله عاطفی است که باعث به وجود آمدن احساسات در خواننده میشد وقتی خواننده وقتی شنونده ای، یک مطلبی یک جمله را را میخواند یا میشنود باعث به وجود آمدن یک حس باعث به وجود آمدن یک عاطفه در درون او فرش شود. حال می تواند او حس خشم باشد می تواند ناراحتی باشد می تواند شادمانی باشد می تواند احساس آرامش باشه خب کار خانگی جلسه آینده کار خانگی جلسه آینده شاید عزیز میگوید که برای جمله عاطفی دو مثال بنویسید خب جمله عاطفی را براتون توضیح دادیم سه مثال ذکر کردیم حال شما به عنوان کار خانگی دو مثال برای ما دوستان ذکر کنید تحت عنوان جمله عاطفی نو ارسال نوشته های شما در واقع کار خانگی شما که در واقع در داخل کتابچه هایتان ذکر میکنید مینویسید و حل میکنید برای ما چگونه است از طریق سامانه و کانال ارتباطی ماست دو سف نوستد و شست و, چار، و, هشتا، دو و, پینجا و پنج، چهل است که راه ارتباطی ما با شما عزیزان و خوبان و نیکان روزگار است خب عزیزان بهترینان تا پایان جلسه امروز رسیدیم جلسه امروز در همین لحظه به اتمام میرسد مانده نباشید تا جلسه بعدی که شما را زیارت میکنیم به الله پاک شما دوستان و خوبان را میسپارم خداوند یار و نگهدارتان